سلام خدمت شما دوستان. در این جلسه آموزش درس حشرشناسی رو با شروع فصل سوم ادامه میدم. فصل سوم یعنی تشریح و فیزیولوژی حشرات داره 8 بخش هست که در ادامه به هر کدوم از اونها میپردازن. در بخش اول دستگاه گوارش حشرات رو با هم بررسی میکنیم. در حشرات دستگاه گوارش به صورت لوله طویلی در تمام طول بدن و در بخش میانی امتداد داره و از دهان شروع و در انتهای شکم به مخرج ختم میشه. طول لوله گوارش و ساختمان اون به رژیم غذایی حشرات بستگی داره، به طوری که در حشرات گوشتخوار طول لوله گوارش کوتاه و در حشرات گیاهخوار طویل تره و حشرات انگل داخلی لوله گوارششون از بین رفته و تغذیه از طریق جلد انجام میشه و این حشرات دارای کوتیکول قابل نفوذن و غذا رو از راه اسموز از بافت‌های میزبان جذب میکنن و حشرات بیبال مثل راسه تیسانورا و لارو زنبورها، پروانها و پشه‌ها لوله گوارش ساده‌ای دارند، ولی در گروه‌های دیگه لوله گوارش داره پیچ و خم هستش. لوله گوارش از نظر ساختمانی به سه قسمت جلویی، میانی و عقبی تقسیم میشه که بخش جلویی و عقبی مبدا اکتودرمی و داره پوشش کیتینی داخلی هستش و در تغییر جلد شرکت داره و اما بخش میانی با مبدا اندودرمی از نظر هضم و جذب غذا مهمه. خب اول میرسیم به بخش جلویی که فرو رفتگی اکتودرمیه و در داخل پوشیده از یک طبقه سلولی کیتینی و در خارج از یک قشر ماهیچه‌ای تشکیل شده. رشته های ماهیچه‌ای در داخل طولی و در بیرون حلقوی‌اند و از بیرون توسط پرده صفاق پوشیده شدن و این بخش داره وظایف مختلفی مثل خورد، مخلوط کردن غذا و انبار اونن و انجام مراحل اولیه گوارش و هضم غذا هم بر عهده اونه و شامل قسمت هایی هست که بهش اشاره می کنن. اولین بخش دستگاه گوارش که در بخش عقبی اون حفره بزاقی قرار داره دهانه که در زمان لزوم باز و عمل بلع رو انجام میده. و اکثر حشرات یک جفت غده بزاقی در قسمت ابتدای دستگاه گوارش دارن و این ترشحات توسط مجرای عمومی که نزدیک لبه پایین یعنی هیپوفارنکس قرار داره به داخل حفره بزاقی وارد میشه و آنزیم گوارشی میتونه به عمل هضم کمک کنه. و در برخی حشرات مثل لارو پروانه ها و برخی زنبورها غدد لبه پایین به غدد تولید ابریشم تبدیل شدن و حشره با ابریشم پیله شفیریگی خودشو میسازه. حلق یا گلو زیر قطعه زیر پیشانی و بعد از دهان قرار داره و غدد بزرگی معمولا در این قسمت باز میشن. مری بعد از گلو به شکل لوله‌ای ساده و مستقیم از قسمت حلق آغاز و زیر مغز عبور و داخل قفس سینه به چینه دال متصل میشه و در حشرات بادگردیسی کامه رشد داشته، ولی در حشرات بادگردیسی ساده خیلی مشخص نیستش. و چینه دال معمولا به شکل کیسه‌ای منبسط و چیندار که در داخل داره خارهای کیتینی هست دیده میشه و این بخش در امتداد مری و در ذخیره کردن غذا نقش داره و در حشراتی که از مواد مایع تغذیه می کنند چینه‌دان رشد بیشتری داره و هجیم شده. غذا در چینه‌دان با آنزیم‌های گوارشی مخلوط و بعضی از عملیات هضم آنزیمی در این محل رخ میده و در زنبور عسل شیره گل در چینه‌دان بر اثر آنزیم‌های گوارشی تبدیل به عسل میشه. خب حالا میرسیم به پیشمعده که به دنبال چینه‌دان قرار داره و این بخش بسته به رژیم غذایی حشره اشکال متفاوتی پیدا میکنه. مثلا در حشرات مایع خوار این بخش تحلیل رفته و به شکل دریچه ساده در ابتدای معده میانی قرار داره، ولی در حشرات با قطعات دهان ساینده بخش بزرگ و مشخصیه و جدار داخلی اون خارهای کیتینی داره که توسط رشته های ماهیچه خاصی به حرکت در اومده و باعث مخلوط شدن مواد غذایی میشه و به عنوان آخرین قسمت بخش جلوی لوله گوارش توسط لبه دهانه معده از بخش میانی جدا میشه. همونطور که گفتم بخش میانی برخلاف دو بخش دیگه منشأ اندودرمی داره و شامل معده هستش که توسط دریچه کاردیا به بخش جلوی متصل و توسط دریچه پیلور با بخش عقب مرتبط میشه. معده عضو اصلی ترشح، گوارش و جذب هستش و جدار معده با مبدا اندودرمی ظریف و فاقد پوشش کیتینی هستش. و رشته های ماهیچه جدار معده در داخل حلقوی و در خارج طولیه و عموماً از نوع مخططه. معده معمولاً به شکل لوله یا کیسه طویلی هست و داره قطر تقریباً یک نواختیه، ولی در برخی حشرات در طول خود به 2، 3، یا 4 قسمت متمایز تقسیم میشه. در قسمت جلوی معده کیسه معده رو داریم که معمولاً به شکل کیسه انبساط یافته هست و دارای 2 یا چند لوله کوره. و خب لوله های کور به صورت حفره هایی
در جدار معده سبب افزایش سطح معده میشن و گاهی محل تجمع باکتری ها و تکسلولی هایی هستن که به حالت همزیست در لوله گوارش حشره فعالیت داره. تعداد و محل قرار گرفتن اونها در سطح معده متفاوته که اغلب در قسمت جلو و اطراف دهانه معده و گاه در سایر قسمت های اون دیده میشه. تعداد لوله های کور در حشرات مختلف متفاوته. مثلا در سوسری ها 8 و در سقط بال پوشان بیشتر از 8 است. و از نظر شکل این لوله ها اغلب ساده و در انتها نکتیزن. مثلا در ملخ های آکریدیده ها هر یک از لوله ها داره دو شاخه جلویی و عقبی هن. در اکثر حشرات راسته جوربالان و شبشک های نباتی بخش میانی داره عضو مخصوصی به نام اتاق تصویه هستش که از اتصال دو انتهای جلو و عقبی معده ایجاد شده و در نتیجه معده حلقه وار روی خود پیچیده و در قسمت جلو محوطه وسیع غشایی و ماهیچه ای رو به نام جیب تشکیل میده و جدار محوطه جیب مثل یک صافی برای جدا کردن آب و نمک های محلول اضافی و داخل کردن مستقیم اونها در روده ها و لوله های دفعی عمل میکنه و مواد چربی و پروتئینی جهت هضم و جذب در معده باقی میمونه. و در مورد پرده غذایی باید بدونیم که غذا هنگام داخل شدن در معده در اغلب حشرات توسط پرده کیتینی به نام پرده اطراف غذا که توسط جدار قسمت جلوی معده ترشح میشه پوشیده میشه و این پرده مانع تماس مستقیم مواد غذایی خورد نشده با جدار نرم معده میشه. ترشح این پرده دائمی و حتی در مواقع ناشتا و خالی بودن لوله گوارش صورت میگیره و این پرده در حشرات مکنده و زننده مکنده و خونخوار که از مایا تغذیه میکنند وجود نداره چون آسیبی به بخش میانی وارد نمیکنه. سلول های جدار معده دارای خاصیت ترشح و جذبند و عمل گوارش توسط نفوذ مواد قابل جذب از پرده غذایی صورت میگیره. به علت وجود این پرده جذب غذا همیشه به شکل مایع هستش و مواد غیر قابل هضم و باقی مانده به طور پیچیده در پرده وارد بخش عقبی لوله گوارش و دفع میشه. و بخش عقبی یا روده دارای ساختمان اکتودرمی شبیه بخش جلویه ولی جدار کیتینی اون نازکتر و قابل نفوذ به آبه و شامل قسمت‌هایی که براتون میگم. در ابتدا روده باریک رو داریم که معمولا خیلی طویل و در محل اتصال اون با معده گوارش تعداد زیادی لوله‌های دفعی موسوم به لوله‌های مالپیگی دیده میشه که از نظر دفع مواد ادراری اهمیت دارن. ارتباط معده و روده باریک توسط لبه خارجی معده در قسمت جلوی بخش عقبی به نام سوراخ خروج معده برقرار میشه و این لبه دارای عضو بازکننده خاصی برای عبور محتویات داخل معده به روده در مواقع لزوم هستش و محتویات معده در این موقعیت تقریبا مایعن ولی در مدت عبور از روده ها و مخصوصا رکتوم آب خودشونو کلا از دست میدن و روده بزرگ معمولا دارای بجستگی های متعدد سطحی است که محل تجمع عوامل همزیست مثل باکتری ها و تکسلولی هاست. آخرین قسمت بخش عقبی روده راست یا رکتومه که معمولاً به شکل کیسه این پهن و گلابی شکله که در انتهای شکم توسط سوراخ مخرج به خارج باز میشه و نقش مهمی در بازجذب برخی از مواد مثل آب، اسیدهای آمینه و نمکهای مختلف داره و اونها رو به خون وارد میکنه. بنابراین در تعادل فیزیولوژیک بسیار مهمه. جدار رکتوم دارای تعدادی برآمدگی‌های قطعیه و در حشرات چوبخار رکتوم خیلی وسیع و حاوی عوامل همزیست زیادی هست که احتمالاً وظیفه هضم و جذب را دارند. انتهای رکتوم در نزدیک مخرج تعداد غدد مخرجی وجود داره که این غدد در سخت بالپوشان رشد زیادی کرده. لوله گوارش در قسمت‌های مختلف دارای اعضایی هست که از نظر هضم، جذب غذا و سایر اعمال فیزیولوژیک اهمیت داره که بهشون اشاره می‌کنم. یکی از اونها غدد بزاقیه که در حشرات معمولاً بارباره‌های بالا، لبه پایین و به گلو و گاهی به مری باز میشن و از نظر ساختمانی به صورت غده‌های تکسلولی، غده‌های لوله‌ای، غده‌های کیسه‌ای و غده‌های خوشه‌ای دیده میشن. در حشرات آب دهانی یا بزاق در درجه اول برای مرطوب کردن غذا به کار میره و مگس‌ها و پشه‌های خونخوار زمان تغذیه از آب دهان برای مرطوب نگه داشتن خورتوم خود مرتباً استفاده می‌کنند. بزاق در حشرات داره وظیفه مختلفی و از اونجایی که بزاق داره دیاستازهای مختلفی هست، در اکثر حشرات از نظر قابل جذب کردن مواد غذایی اهمیت داره. مثلا در پروانه‌ها بزاق برای حل مواد جامد مثل قندها به کار میره و هضم اون رو آسون می‌کنه. و در حشرات خونخوار مثل پشه ها و مگس ها بزاق حاوی ماده مخصوص عدم انعقاد خونه و در حشرات مکنده زننده با
بزاق داره ترکیبات مخصوصی برای نرم کردن بافت‌های گیاهی یا حل کلروفیله. و در لارو پروانه‌ها و بعضی زنبورها ترشح رشته‌های ابریشمی برای تهیه و تنیدن لانه و پیله و گاه انتقال لارو مربوط به غدد بزاقی لب پایینه. و ماده ابریشمی این ترشحات شامل ترکیبات اسیدهای آمینه هست که گاه مثل پیله کرم ابریشم اهمیت اقتصادی داره. و بعضی پروانه‌ها در بزاق خود داره ترشحات حل کننده الیاف ابریشم برای خروج از پیله هستند. و بزاق در زنبور عسل وظایف مختلفی داره، مثل تهیه غذای مخصوص ژل رویال که برای تغذیه لاروهای سن اول و لاروهایی که در آینده به ملکه تبدیل میشن به کار میره. و این ماده توسط ترشحات غدد بزاقی گلوی کارگرها تولید میشه. و در زنبورهای زیر خانواده وسپینا معروف به زنبورهای کاغذساز، برای ساختن لانه های کاغذی خود از آب دهان برای تهیه خمیری که از خاک چوبهای پوسته تهیه شده استفاده میشه. و میرسیم به غده های گوارشی که این غده معمولا تک سلولی و غالبا به شکل برجستگی هایی در جدار بخش میانی و عقبی لوله گوارش قرار دارند. ترشحات غدد بخش میانی دارای دیاستازهای مخصوصی جهت هضم و لوله های کور و سایر برجستگی های سطحی در معده و رکتوم علاوه بر ازدیاد سطح جذب احتمالا دارای خاصیت ترشحی هم هست. همچنین در این انشعابات فرعی غالبا عوامل همزیست مثل باکتری ها و تکسلیل های مختلف متمرکزند و به علت ترشحات خود از نظر عمل گوارش مهم هستند. و در مورد عوامل همزیست باید بگم که گاهی حشرات به لحاظ متابولیسم با میکرورگانیسم ها مرتبط هستند. مثلا حشراتی که از شیره گیاهی تغذیه می کنند، مانند شته ها، زنجرگ ها و حشرات خونخوار مثل شپش، ساس و مگس های تسه و گروهی از سوسری ها. مثلا در شده ها مهمترین همزیست باکتری از گروه گاما پروتوباکتریوم رو داریم که نقش مهمی در تولید تریپتوفان و سایر اسیدهای آمینه داره. و در سوسری های چوبخار و موریان ها و تعدادی از خانواده های راسته سخت بال پوشان، روده راس حاوی تکسلولی های تاجکداری هست که از نظر هضم مواد چوبی و سلولوزی اهمیت داره. باکتری های لوله گوارش برای هضم و جذب سلولوز اهمیت دارند و معمولا در قسمت های مختلف بخش میانی و عقبی توده های متراکم به شکل اعضای مخصوصی به نام میستوم ایجاد می کنند. و این اعضا معمولا در سلول های جدار لوله گوارش و در مجاورت اونها و حتی گاهی در مجاری تناسلی تشکیل می شن. و بعضی از میستوم ها با لوله های دفعی مالپیکی و یا جدار روده بزرگ مربوطن و یا کاملا مجزا هستند. میستوم ها در حشرات چوبخار و حشراتی که از مو یا مواد حاوی کراتین مثل مو، پش و پر تغذیه می کنند وجود دارند. حالا می رسیم به اعضای دفعی که وظیفه اصلی دستگاه دفع در حشرات حفظ ثبات محیط داخلی خون با دفع مواد زائد حاصل از جریان متابولیسم. و در حشرات علاوه بر سلول های اطراف قلب و سلول های انوسی و اجسام چربی که از نظر دفع مواد ادراری و تصفیه خون اهمیت دارند، لوله های مالپیگی نیز عضو اصلی دفع محسوب میشن. حشرات از نظر رژیم غذایی به سه گروه گیاهخوار، گوشتخوار و همه چیزخوار تقسیم میشن و نوع ترشحات اونها به رژیم های غذاییشون مرتبطه. در حشرات همه چیزخوار که به طور یکسان از مواد گیاهی و حیوانی تغذیه میکنند، ترشحات لوله گوارش متنوع تر از سایر گروه هاست. و در لوله گوارش اونها آنزیم های مختلفی مثل پروتئاز، لیپاز، آمیلاز و مالتاز دیده میشه. در گونه های گیاهخوار و تکخوار که رژیم غذایی محدودی دارند و از یک میزبان مشخص تغذیه میکنند، تنوع ترشحات کمه و تخصص کاملی نسبت به رژیم غذایی حیوانی نشون میدن. و در سوسک‌های گوشتخوار آنزیم‌های پروتئاز و لیپاز نسبت به سایر ترشحات برتری دارند. و در حشرات گیاهخوار آنزیم‌های کربوهیدرات به فراوانی ترشح میشه. و اغلب حشرات چوبخوار که داخل چوب‌های خشک زندگی می‌کنند، سلولاز رو جهت هضم سلولوز چوب ترشح می‌کنند. و در سوسک‌های درمستیده آ و لارو برخی پروانه‌ها مثل بید لباس، ماده‌ای برای هضم کراتین مو و پر ترشح میشه. گوارش خارجی در اکثر حشرات شکارچی و گوشتخوار که از قسمت‌های سخت بدن میزبان تغذیه و مجبور به حل کردن پوشش کیتینی و کوتیکول جلدی اونها هستند دیده میشه. این حشرات قبل از تغذیه ابتدا مقداری از بزاق و حتی ترشحات معده خودشون رو در محل نیش می‌ریزن و بعد از فلج کردن میزبان و حل بافت‌های اون غذا رو به صورت مایع در حالی که قسمتی از عمل گوارش و هضم غذا در خارج صورت گرفته می‌مکه.
در پشا و بعضی از سخت بال پوشان شکارگر، مخصوصا لاروهای اونها این نوع تغذیه که دارای یک مرحله گوارش خارجی هست دیده میشه. مثل لارو سوسکای آبزی دایتیسکوس که ابتدا آب دهان از مجرای آرواره های بالا به صورت مایع بیرنگ و سمی برای فلج شدن میزبان تزریق میشه و بعد توسط ترشحات گوارش حاوی دیاستاز محتویات داخل بدن میزبان رو به تدریج حذف و به صورت مایع از اون استفاده میکنه. به این صورت که یک شکار به طول 12 میلیمتر در مدت 12 دقیقه خالی میشه و یا در کرم شب تا موقع تغذیه از حلزون ها به همین ترتیب از مجرای آرواره های بالای خود مقداری بزاق رو وارد بدن میزبان کرده و ضمن فلش کردن اون تدریجا محتویات داخل اون رو میمکن. و در حشرات احتیاج به غذا از نظر کمی و کیفی بسیار متفاوته و در مقابل بی‌غذایی حساسیت متفاوتی دارن. مثلا بعضی از پروانه ها مثل پروانه ابریشم فاقد خرطومه و اصلا تغذیه نداره و در سوسری ها نرها نسبت به غذایی حساس تر از ماده ها هستند. و در زنبور عسل احتیاج به آب خیلی زیاد و در بعضی حشرات مثل کرم آرد خیلی کمه و آب مورد نیاز خودشون از طریق متابولیسم خود به دست میارن. احتیاج به جذب نمک های مختلف هم در حشرات متفاوته. مثلا برای سوسکای انباری مثل جنس تریبولیوم فسفور و برای مگس سرکه پتاسیم و فسفر ضرورت داره. بلار به پشه های آبزی یون های کلور رو توسط برامدیگه های مخرجی خود جذب می کنن و ترکیبات عزودار هم برای تولید مثل سوسری ها و موریانه ها ضروریه. احتیاج به قند در بعضی حشرات مثل زنبور عسل بسیار زیاده که ممکنه به 12% هم برسه و اگر مقدار قند به 1% کاهش پیدا کنه قدرت پرواز خودشون رو کلن از دست میدن. حشراتی مثل جنس تریبولیوم احتیاج زیادی به هیدرات‌های کربن ندارن، در حالی که مثلا برای پروانه جنس سیلوینس ضروریه. ارزش غذایی در ترکیبات برگ به عوامل مختلف مثل واریته، سن گیاه و شرط رشدی اون مثل مقدار نور، سایه یا تعداد ساعت روز و شب بستگی داره. بنابراین در ظرفیت زیستی حشرات برگ خار تاثیر فراوان داره. مثلا در رابطه با برگ درخت توت و پروانه کرم ابریشم مطالعات نشون داده که مواد پروتیدی و گلوستیدی در برگ‌های چیده شده در موقع غروب بیش از برگ‌های چیده شده در زمان طلوع آفتابه. بنابراین رژیم غذایی لاروی این پروانه‌ها در زمان‌های مختلف تغذیه کردن متفاوته و پیله لاروهایی که از برگ‌های آفت خورده تغذیه کردن ضخیم‌تر و سنگین‌تر و ابریشم بیشتری داره، چون که این برگ‌ها دارای مواد لیپیدی و گلوستیدی بیشتر و آب کمتری بودن. و حشرات چوبخوار هم از نظر هضم سلولوز با هم تفاوت دارن. بعد از انجام عمل گوارش، غذای قابل جذب در لوله گوارش به صورت ترکیبات پروتئین، لیپید و گلوسید در میاد. مواد پروتئیدی در ساختمان بافت‌ها و ماهیچه‌ها و هم از نظر رشد گنادهای تناسلی اهمیت داره و این ماده به مقدار زیاد در اجسام چربی ذخیره و ضمن تجزیه یا از دست دادن اسیدهای آمینه در ترشحات بدن وارد شده و مورد استفاده قرار می‌گیره. و لیپیدها یا مواد چربی به صورت منبع انرژی مخصوصاً در مرحله لاروی در اجسام چربی ذخیره میشه. ذخایر لیپیدی از دو مبدا، یکی رژیم غذایی حشری و دیگری ترکیب هیدرات‌های کربن با پروتئین‌ها تشکیل میشه. و درباره مواد گلوسیدی باید بگم که اغلب به صورت گلیکوژن در اجسام چربی ذخیره میشه و مخصوصا در مرحله بلوغ به عنوان منبع انرژی هست و در ترکیب خون و بافت به صورت گلوکوز دیده میشه. و میرسیم به آب که یکی از عناصر اصلی بدن حشرات هست که قسمتی از اون با جریان متابولیسم تولید شده و قسمت دیگه همراه با غذا و گاه نوشیدن آب وارد بدن میشه. مطالعات نشون داده که کاهش مقدار آب بدن موجب پایین اومدن متابولیسم و کند شدن نشو و نمای حشرات میشه. کم شدن آب بدن حشرات در درجه اول در اثر عمل تبخیر و تعریق از رای کوتیکول و مرافض جلدی و قشای بین حلقا و مفاصله و مخصوصاً از راه جریان هوا در استیگماتا و لوله‌های تنفسی صورت میگیره. همچنین حشرات همراه با فضولاتشون مقدار زیادی آب بدنش رو از دست میدن و جذب مجدد آب مدفوع در محل رکتوم و معده از راه‌های جبران کمی آب هست. خب در بخش بعدی این فصل میرسیم به بررسی دستگاه دفع حشرات. دستگاه دفع در حشرات شامل گروهی از لوله‌ها به نام لوله‌های مالپیگی هستش که از یک طرف قسمت ابتدایی بخش عقبی دستگاه گوارش وصله و انتهای دیگه اونها بسته و در حفره عمومی بدن شناوره. این لوله ها مبدا اکتودرمی دارند و دارای ساختمان سلولی مختلف و متنوعی هستند و دلیل این اختلاف عمل ترشحی اونهاست، ولی به هر حال عموما خاصیت جذبی و ترشحی دارند.
و وظیفه اصلیشون جذب مواد ادراری و زائد خونه که بعداً از راه روده و مخرج دفع میشه. خاصیت ترشحی و جذب ادرار در لوله‌های مالپیگی گاهی فقط منحصر به قسمت انتهایی اونهاست و تنها نزدیک محل اتصال به لوله گوارش دارای خاصیت جذب آب مواد غذایی داخل لوله گوارش هستش. تعداد لوله‌های مالپیگی در گروه‌های مختلف رده حشرات متفاوته و از نظر رده‌بندی اهمیت داره. و از 2 عدد در شبشک‌های نباتی تا 200 عدد در ملخ‌های بزرگ میتونه متفاوت باشه. بنابراین حشرات از نظر تعداد این لوله‌ها به دو گروه تقسیم میشن. در گروه اولیگونفریدی بین 2 تا 8 لوله و گروه پولینفریدی بیش از 20 عدد لوله دارن و طول لوله‌ها رابطه عکسی با تعداد اونها دارن. به این صورت که در حشرات پولینفریدی لوله‌ها کوتاه و در حشرات اولیگونفریدی طویل هستش. و این لوله‌ها در شکم اغلب حشرات آزاد و در حفره عمومی شناوره که این لوله‌های مالپیگی اکزونفریدی نامیده میشن. و در بعضی پروانه‌ها و سخت بال پوشان انتهای لوله‌ها به جدار ماهیچه روده بزرگ یا روده راست متصله که این لوله‌ها کریپتونفریدی نامیده میشن. و این طرز اتصال احتمالاً برای جذب آب مدفوع و یا جذب بعضی مواد سمی و دفعی غذا قبل از وارد شدن در خون به کار میره. سطح خارجی لوله‌های مالپیگی صاف و فقط در بعضی از حشرات در طرفین داره رشته‌های کوتاه هستش و حرکات کرمی و دودی لوله‌ها مربوط به ماهیچه‌های جدار اونهاست که مخصوصاً در محل اتصال لوله‌ها به روده رشد زیادی داشته و گاهی به همین قسمت از جدار لوله‌ها محدود میشه. محتویات داخلی لوله‌های مالپیگی معمولاً ترکیبی از اسید اوریک، املاح اوره، اکسالات کلسیم، کلوروسودیوم، مواد آلبومینویدی، رنگ‌ها و گاهی توده‌های از عوامل همزیست مثل باکتری‌ها و پروتوزوئرها هستش. به علاوه این لوله‌ها دارای ترشحات آنزیمی مخصوصی که در عمل گوارش دخالت داره. در حشرات خانواده کریزومیلیدئا، ترشحات چسبناک لوله‌ها برای چسباندن تخم‌ها به کار می‌ره و در برگ‌خوار توسکا، ترشحات چسبنده لوله‌ها کمک فراوانی به راه رفتن حشره می‌کنه. و در بعضی حشرات مثل لارو بالتوری های مثل جنس کریزوپا، لوله ها داره ترشحات ابریشمی مخصوصی برای تهیه پیله هستش. لوله ها همچنین در موقع تغییر جلد و دگرگونی مایه مخصوصی ترشح میکنه که به طور مخلوط با مایه تغییر جلد حد فاصل جلد کهنه و تازه رو در بر میگیره. این لوله ها قبل از آغاز تغییر جلد حاوی اورادها و اکسالات های تقریبا به حالت جامدی هستن، در صورتی که بعد از تغییر جلد کاملا فاقد این املاح میشن. و در موقع دگرگونی لوله‌های مالپیگی لاروی بعض حشرات مثل زنبورها کلاً از بین میرن و در حشرات کامل مجدداً ساخته میشن. ولی در برخی دیگر از حشرات مثل سختبال پوشان و دوبالان این لوله‌ها تقریباً باقی مونده و فقط تغییرات کوچکی پیدا میکنه. و بعضی از حشرات مثل شته‌ها، پادمان و راستیتیسانورا فاقد لوله‌های مالپیگی‌اند. در شته‌ها دفع اعضای دفعی کاملاً شناخته شده نیستن. ولی در پادمان و راسته تیسانورا سرداری قدرت دفعی شبیه نفریدی در سخت پوستانه که این قده ها لوله‌ای هستند و توسط یک ساقه مشترک در قاعده لب پایین باز میشن و کلیه های لبی نامیده میشن. ادرار توسط لوله های مالپیگی از خون گرفته میشه و همراه با مدفوع یا فضولات از راه مخرج از بدن خارج میشه. دفع ادرار تقریبا مایع وابستگی کامل مقدار آب غذای حشره داره و همین دلیل حشرات خونخوار و حشراتی از شیره گیاهی تغذیه می کنند بعد از هر غذا مقدار زیادی ادرار به حالت مایع دفع می کنند. در شته‌ها و شبشک‌ها ادرار به شکل مایع و شیرین به نام عسلک هستش و داره مقدار زیادی هیدرات‌های کربن جذب نشده هست که مورچه‌ها اغلب از اون تغذیه می کنند. مگس‌های تسه‌تسه بعد از هر غذا تقریبا 43% از مایع مکیده شده رو دفع می کنند. ولی حشراتی که از مواد نسبتا خشک تغذیه می کنند مقدار آب کمی جذب می کنند و ادرار اونها همیشه غلیظ و تقریبا جامد و سفید رنگه که همراه با فضولات دفع میشه و ترکیب ادرار و خاصیت شیمیایی اون بسته به رژیم غذایی حشر هستش و به طور کلی ممکنه به حالت اسیدی یا قلیایی باشه و در اون نمک‌های مختلف از فسفات‌ها و سولفات‌ها و مخصوصا مواد ازوت مثل آمونیاک و نمک‌های اون و اوره و اسید اوریک به مقدار زیاد و اسیدهای آمیل به مقدار کم پیدا بشه. علاوه بر این ترکیبات نمک‌های کلسیم به صورت کربنات یا اکسالات و مواد رنگی در ادرار بعضی از دوبالان، سختبال پوشان و لارو پروانه ها مشاهده میشه. حشرات در موارد مختلف به علت خصوصیات بیولوژیک و فیزیولوژیک متفاوت معمولا داره ترشحات خارجی متعددی مثل موم،
ابریشم، لاک، سوم مختلف، ترشحات بودار فرار و اصلک هستند که از نظر تهیه پیل یا لانه، نقل و انتقال و دفاع اهمیت دارند. این ترشحات به غیر از اصلک توسط غدد داخلی مخصوصی ترشح میشه و از راه دهان یا مخرج و یا منافذ جلدی مخصوصی از بدن خارج میشه. و در ادامه توضیحات مربوط به این ترشحات خارجی رو براتون میگم. ترشح ابریشم در اکثر حشرات با دگرگونی کامل مثل پروانه ها در مرحله لاروی برای تهیه پیل جهت محافظت از شفیر و گاهی برای ساختن لانه و حتی نقل و انتقال لارو صورت میگیره و در حشرات کامل ترشح ابریشم ندرتا در بعضی گونه ها مشاهده میشه. غده های ترشح کننده ابریشم در حشرات بسیار متنوع و در اشکال مختلف دیده میشه. در پروانه ها و زنبورها و بعضی از راسبالان الیاف ابریشم توسط غدد بزرگ لب پایین ترشح میشه و در بالتوری هایی مثل جنس کریزوپا و بعضی از سخت بالپوشان خانواده کرابیدا ابریشم توسط لولوهای مالپیکی ترشح میشه و در پشه آنوفل و سوسک های جنس هایدروفیلوس توسط غده های زمیمه دستگاه تناسلی و در حشرات راسته تارپایان توسط غده های پنجه ترشح میشه. در لارو پروانه ها یک جفت غده ترشح کننده ابریشم در زیر لوله گوارش وجود داره که ساختمان لوله تعمیل و ساختار ترشحی ساده‌ای داره و هر یک در انتهای لب پایین به یک منفذ ختم میشه. علاوه بر پروانه کرم ابریشم که از قدیم به عنوان تولید کننده ابریشم تجاری شناخته میشده، پروانه های دیگری و حتی بعض از عنکبوت های جنس نفیلا از نظر تولید ابریشم اهمیت دارند. و مقدار ابریشم و مرغوبیت اون بسته به گونه و نژادهای حشره و تغییرات کمی و کیفی عوامل خارجی مخصوصا غذا و نور متفاوت هستش. موم ترکیبی از الکل‌ها و اسیدهای چرب همراه با پارافین‌ها هستش که توسط غدد جلدی بسیاری از حشرات مثل زنبورهای خانواده آپیدا، شبشک‌های نباتی خانواده دیاسپیدوئیدا و شته‌ها ترشح میشه. ترشحات مومی به شکل پودر یا رشته‌های باریک یا صفحات کوچک در حشرات خشکسی اول از همه از نظر حفاظت از بدن یا تخم‌ها در مقابل گرما و خشکی و جلوگیری از تبخیر آب بدن اهمیت داره، ولی در حشرات آبزی این ترشحات مانند قشر غیرقابل نفوذ به آب سطح بدن و استیگمات‌ها رو می‌پوشونه. و در زنبور عسل موم توسط 8 غده که در سطح زیرین شکم زنبورهای کارگر و در محل قشر بین حلقه‌ای و استرینیت‌ها باز میشه ترشح میشه و در ساختمان لانهشون به کار میره. این ماده از اسیدها و استرهای چرب تشکیل شده و امروزه مصرف عمده موم در ساختن صفحات مصنوعی برای کندوهای مدرنه، ولی از اون در ساختن لوازم آرایش، شمع‌سازی، ساختن انواع واکس ها و در داروسازی، مرکب سازی و بعضی از کارهای الکتریکی استفاده میشه. در بعضی از شبشک های نباتی مثل شبشک سیاه زیتون ترشح لاک توسط غدد جلدی و پشتی انجام میشه که برای محافظت از بدن و تخم ها استفاده میشه. لاک ترکیب الکلی هست که از مواد سمقی و مومی مخلوط با رنگ های مختلف تشکیل شده که قسمتی از اون در الکل و قسمت دیگه در بنزن قابل حله. ترشحات سمی در حشرات معمولا از نظر دفاع یا کشتن و فلش کردن شکار اهمیت داره. و از نظر شیمیایی ترکیب سوم ترشحی در گونه‌های مختلف حشرات متفاوته، مثل آپیتوکسین و هیستامین در نیش زنبور عسل، کانتریدین در بعضی از حشرات خانواده ملوئیدا، اسید بوتریک در بعضی از حشرات خانواده کارابیدا، اسید کلوریتریک در لارو پروانه نوتونتا کنسینولا، ترکیبات ساپونین در بعضی از گونه‌های خانواده کریزومریدا، یود خالص در سوسکای جنس پاسس و اسید فرمیک در مورچه ها. و این سوم موادی محرک و زننده هستند که گاهی موجب مسمومیت و فلج شدن سایر بیمهرگان و مهرهداران و حتی انسان میشن. غدد ترشح کننده سم در حشرات غالبا در قسمت سر و یا در انتهای شکم متمرکزن و ماده ترشح اونها توسط عضو زننده مثل خرطوم در سنها و یا نیش در زنبورهای خانواده وسپیدا و زنبور عسل در بدن شکار تزریق میشه. علاوه بر این در بعضی حشرات ترشحات سمی در خون وجود داره که در موقع دفاع به شکل قطرات متعدد از منافذ یا دهان و یا از بین مفاصل پاها و قاعده بالپوش‌ها بیرون می‌ریزه و حتی به مسافت‌های نسبتاً دوری پرتاب میشه. ترشحات بودار فرار به عنوان واسطه‌ها یا خبردهنده‌های شیمیایی برای جهت‌یابی در بعضی حشرات مثل مورچه‌ها به کار می‌رن
و یا جلب جنس مخالف برای جفتگیری مخصوصا در پروانه ها به کار گرفته میشن و یا برای رسیدن به منبع تغذیه یا تخمریزی کمک میکنن، همچنین برای دفاع از طریق دور کردن دشمنان طبیعی در اغلب سنها و بعضی از سخت بال پوشان وجود دارن. در اغلب سنها مثل سن گندم، مدد ترشح کننده مواد بودار کیسه‌ای و در زیر سینه دوم قرار دارن و توسط منافذ مخصوصی در زیر سینه سوم به خارج باز میشن. این ترشحات به صورت مایع شفاف مایع به زرده و دارای خاصیت اسیدی و قابل حل در الکل و اتر داره. ترشحات بودار حشرات معمولا در مقابل هوا تبخیر میشن و بوی این ترشحات بسیار متفاوته. مثلا در سنها بوی شبیه به گشنیزو داره و در سوسک شاخک دراز آرومیا موسچاتا ترشحات بودار از نوع اسید سالسیلیک و توسط قددی در پیشران‌های عقبی ترشح میشه که بوی شبیه گل سرخ داره. و ترشحات بعضی حشرات علاوه بر خاصیت دورکنندگی، گاهی تهاب‌آور و یا گزنده هم هستش. مثل لارو برگ‌خوار تبریزی که ترکیبی از آلدهید سالسیلیک هستش و در سوسک‌های جنس کروبس، اسید بوتریک توسط قده‌های انتهایی شکم ترشح میشه. و به طور کلی مواد شیمیایی خبردهنده در حشرات به علت بوی مخصوص توسط اعضای حسی حشره مخاطب که بیشتر در شاخک‌ها، پنجه‌ها، پالپای آرواره‌ها و سایر اندام‌ها قرار دارند دریافت می‌شن و هر حشره نسبت به بوی دریافتی آشنا عکس‌العمل‌های رفتاری و اغلب حرکتی از نوع کشش شیمیایی رو بروز میده. در بعضی حشرات مخصوصا در اغلب شته‌ها و شبشک‌های نباتی ترشحات شیرین و چسبنده معروف به اصلک وجود دارند. محققی به نام بوسشن اولین کسی بود که ثابت کرد اصلک مدفوع حشراتی که به صورت مایع و تقریبا غلیظ از مخرج حیوان خارج میشه. و در شته‌ها و شبشک‌ها اصلک حاوی مقدار زیادی مواد جذب نشده عالی مخصوصا مواد قندیه. علت دفع این مواد مغذی به نظر برخی محققین کمبود مقدار پروتئین شیره گیاهی هستش که حشره مجبور برای تامین پروتئین لازم مقدار زیاد شیره گیاهی رو از میزبان بگیره و بعد از جذب پروتئین اون رو دفع کنه. به نظر محققین شیره پرورده حدوداً دارای 90% ماده قندی و فقط 5% پروتئینه و هر گونه به غیر از پروتئین به ماده خاصی نیاز داره که برای تامین اون مقدار زیادی شیره گیاهی رو میمکه و بعد از تامین نیاز بقیه رو به صورت اصلک دفع میکنه. دفع اصلک در حشرات غالباً دارای جنبه‌های مهم بیولوژیکه. مثلا فعالیت شدها روی گیاهان اغلب همراه با اجتماع مورچه‌هایی هست که فقط از اصلک تغذیه میکنند. تمام شدها به غیر از خانواده پیلوکریدئا اصلک دفع میکنند و دفع اون در شدهایی که فاقد غدد جلدی ترشح موم هستند بیشتر از گونه‌هایی هست که داره ترشحات مومیان. اصلک ذرات نرم و گردی هست که در اغلب گونه‌ها به شکل قطرات مایع هست و این گونه‌ها بیشتر مورد توجه مورچه‌ها هستند و حتی شته‌ها رو برای دفع اصلک با شخک‌های خود تحریک می‌کنند و کلاً این شته‌ها به گاو شیرده مورچه‌ها معروفند و توسط مورچه‌ها حمایت و حتی گاهی در لانه‌های زیرزمینیشون پرورش داده می‌شن. بنابراین برای پرورش اون‌ها در لانه‌های خود از ریشه گیاهان استفاده می کنند و مورچه ها این حشر رو نسبت به سایر جوربالان چون کم تحرک‌تر هستند ترجیح می دن. در این بخش به دستگاه گردش خون حشرات می پردازن. در حشرات دستگاه گردش خون فقط شامل یک رگ پشتی طولیه که قسمت جلوی اون در ناحیه قفس سینه به نام آورته و قسمت عقبی که در ناحیه شکم قرار می گیره قلب نامیده می شه. آورت در جلو معمولا به چند شاخه منشعب شده و به قسمت سر ختم می شه. و معمولا در حشرات بالدار قسمت‌های سر و قفس‌سینه مجهز به چند حوب زرباندار به نام قلب‌های فرعیه. قلب معمولا از حفره یا خونه‌های متعدد و قابل انقباضی به نام ونتریکولایت تشکیل شده. و تعداد خونه‌های قلب 1 تا 13 عدده و تقریبا معادل تعداد حلقه‌های قفس‌سینه و شکمه. ولی در حشرات عالی تعداد خونه‌ها معمولا 8 عدده و خونه‌های قلب گلابی شکل و در طول بدن به طور متوالی قرار گرفته و با هم در ارتباط کاملا. همچنین قلب در طرفین و در بین خونه ها توسط منافذ اوستیول به حفره قلب مربوط میشه. انتهای قلبی آخرین خانه قلب در اغلب حشرات بسته‌ایه و فقط در بعضی مثل لارو یک روزه ها توسط یک منفذ یا اوستیول انتهایی به حفره اطراف قلب مربوط میشه. منافذ اوستیول دارای لبه های خارجی که در مرحله فعال قلب منافذ بسته و مانع خروج خون و بازگشت اون به حفره اطراف قلب میشه.
و در مرحله غیر فعال اجازه میده خون از حفره عمومی به داخل قلب جریان پیدا کنه. قلب و آورت داره ساختمان ماهیچه مشابهی هستن و توسط الف ماهیچه خاصی به نیم حلقه های پشتی متصل میشه. جدار قلب در ساده ترین نوع اون مثل قلب لارو مگس از یک طبقه سلولی تشکیل شده که در اطراف اون رشته های ماهیچه حلقوی کم و بیش مخطط میسازه و این رشته ها توسط دو پوشش خارجی و داخلی احاطه میشه و این رشته های حلقوی گاهی همراه با رشته های طولی هم هستن. جدار قلب نیز در اغلب حشرات داره پوشش خارجی که مجهز به مویتراش های زیادیه. در ملخ دریایی و احتمالاً در سایر حشرات هم بسته به سن حشره از قطر قلب کم و به ضخامت جدار اون افزوده میشه. در حشرات به علت روش فوق‌العاده سیستم تراشه‌ای از اونجایی که تسکن تنفس اکسیژن هوا رو مستقیما و بدون دخالت خون به بافت‌ها و سلول‌های بدن میرسونه، گردش خون ساده‌تر و حفره یک منظوره فقط برای انتقال غذا هستش و خون توسط رگ‌های خاصی مثل مهره‌داران در بدن جریان نداره، بلکه مستقیما توسط آئورت و تحت فشار قلب در حفره عمومی پخش میشه و تمام قشای داخلی و سلول‌های بدن رو آغشته می‌کنه. به همین دلیل حفره عمومی در حشرات هموسل یا حفره خونی نامیده میشه. حفره هموسل توسط دو پرده یا دیافراگم ماهیچه طولی به سه حفره فرعی، پشتی، میانی و شکمی تقسیم میشه. حفره پشتی یا حفره اطراف قلب حاوی رگ پشتی و به عورت قلب و آئورت هستش. حفره میانی یا احشایی نسبتاً وسیع و لوله گوارش و غدد تناسلی در اون قرار میگیره. و حفره شکمی یا اطراف زنجیر عصبی حاوی زنجیر عصبی هستش. و باید بدونید که دیافراگم پشتی یا پرده اطراف قلب و دیافراگم شکمی یا پرده اطراف زنجیر عصبی از بافت ملتهمه و رشته های ماهیچه‌ای ساخته شده و دارای سوراخ های متعدد جهت عبور خونه. دیافراگم پشتی محدب به طرف بالا و تاق ماننده و دارای ماهیچه های مثلثی به نام ماهیچه های بالی شکل که از یک طرف به زیر خونه های قلب و از طرف دیگه به جدار داخلی نیم حلقه های پشتی متصل میشه. از نظر فیزیولوژی باید بگم که قلب داره دو مرحله دیاستول و سیستول. در مرحله دیاستول یا غیر فعال ابتدا ماهیچه های بالی شکل منقبض میشه و سبب افزایش حجم حفره پشتی و کم شدن فشار داخلی اون میشه که در نتیجه خون به مقدار کافی از حفره های شکمی و میانی از طریق سوراخ های دیافراگم شکمی و پشتی وارد حفره پشتی شده و فوراً از منافذ استیول در جدار قلب داخل خونه های قلب میشه. و در مرحله سیستول همزمان با سوز شدن ماهیچه های بالی شکل جدار قلب منقبض و با بسته شدن منافذ استیول توسط لبه های داخلی خود خون از خانه به خانه جلوتر میره و نهایتا در انتهای آئورت در قسمت سر با فشار وارد حفره عمومی یا هموسل میشه. حالت انقباضی قلب موجی و همیشه در جهت عقب به جلو هستش و ضمناً خونه های قلب همیشه وضع مشابهی ندارن و در هر لحظه عده‌ای در حال انقباضن و ایده دیگه در حالت عادی یا دیاستول هستن. علاوه بر فشار اولیه که توسط حرکات انقباضی قلب ایجاد میشه، حرکات دستگاه گوارش و تنفسی و همچنین انقباضات موجی دیافراگم‌های شکمی و پشتی سبب سهولت جریان خون در داخل هموسل میشه. انقباضات موجی دیافراگم‌های شکمی سبب جریان خون در حفره شکمی در جهت جلو به عقب و در طرفین میشه و نهایتاً تمام زنجیر عصبی رو آغشته میکنه. و این نکته رو باید بدونید که تعداد ضربان‌های قلب و سرعت پیشرفت امواج انقباضی اون بسیار متفاوته. و تعداد ضربان‌های قلب بسته به عوامل مختلفی مثل سن، طرز فعالیت، متابولیسم و حرارت تغییر پیدا می‌کنه. جریان خون در بعضی از پیوست‌ها که دارای ساختمان حفره‌ای حاوی خون هستند، معمولاً توسط عضو ماهیچه تلمبه مانندی و یا قلب فرعی تقویت و توسط رگ داخلی پیوست تا انتهای اون ادامه داره. در بعضی از پیوست‌ها حفره داخلی توسط پرده طولی به دو قسمت تقسیم میشه که از یکی خون به طرف انتهای پیوست جریان پیدا میکنه و از دیگری به حفره عمومی برمیگرده. قلب‌های فرعی با اشکال مختلف حبهای انقباضی و یا اعضای ضرباندار سبب سهولت جریان خون در بالها، شاخک‌ها و سایر پیوست‌ها میشن. بالها معمولاً داره قلب‌های فرعی‌اند و در رگ‌های حاوی تراشه و خون که در واقع امتداد حفره عمومی‌اند، خون به راحتی در دو جهت رفت و برگشت جریان داره. فیزیولوژی قلب‌های فرعی هنوز کاملا شناخته نشده و انقباضات اونها ارتباطی با کار قلب نداره، ولی شدت انقباضات قلب‌های فرعی همیشه متناسب با حرارت محیط و فعالیت حشره هستش.
خون حشرات معمولاً بیرنگ و گاه به رنگ‌های مختلف زرد، قرمز، قرمز مایل به زرد، سبز و سبز مایل به آبی دیده میشه. در بعضی حشرات مثل پروانه ها بین خون افراد نر و ماده در مراحل مختلف رشدی لارو، شویره و حشره کامه اختلاف رنگ وجود داره و این خاصیت از نظر دو شکلی جنسی اهمیت داره و برای تفکیک لاروهای نر و ماده استفاده میشه. مثل پروانه سفیده کلم که رنگ خون لارو نر زرد طلاییه ولی لارو ماده سبز روشنه. و در برگ‌خوار نارون لاروهای ماده داره خون سفید ولی خون نرها زرده. خون حشرات اگرچه از نظر تنفسی وظیفه‌ای نداره و کمخونی کامل در این جانوران برخلاف مهره‌داران سبب نرسیدن اکسیژن به بافت و در نتیجه خفگی نمیشه، ولی برای انتقال مواد غذایی، دفع مواد زائد در سلول‌ها داره اهمیت زیادیه. و اولین آثار کمخونی در حشرات حقیقتاً به صورت گرسنگی، سستی و یا خستگی به علت تجمع مواد ادراری در بافت‌ها بروز پیدا می‌کنه. و جالب بدونی که مقاومت حشرات به کمخونی و یا رقیق شدن خون و تغییرات فشار اسمزی زیاد و بیشتر از پستاندارانه. بعضی از حشرات دارای خاصیت خونریزی غیر ارادی و انعکاسی هستند و در اثر تحریکات خارجی خون خود را به شکل قطرات متعدد از منافذ مخصوصی به نام استیول و یا از دهان و یا از بین مفاصل پاها و قاعده بالپوشا بیرون می‌ریزند و حتی به مسافت نسبتاً دوری پرتاب می‌کنند. مثلا شبشک‌های نباتی خونشون رو از منافذ سطحی و جانبی خارج می‌کنن. سوسک‌های مثل جنس ملو هنگام شکار شدن قطرات بزرگ خون زرد یا قرمز رنگشون رو از محل اتصال ران و ساق پاهای خود بیرون می‌ریزن. همچنین شته‌ها معمولاً از انتهای کورنیکول‌های خود قطرات خون رو خارج می‌کنن که به این خاصیت خونریزی خود به خودی میگن. و مخصوصا در حشراتی که خونشون حاوی ترکیبات سمی مشاهده میشه و وسیله دفاعی ضد حشرات پارازیت، شکارچی، پرندگان و سایر دشمنان طبیعی محسوب میشه. سیر خونشون معمولا دارای بو یا طعم بد و دورکننده هست و یا حاوی مواد سمی و محرکه. در شته‌ها لوله‌های غده‌ای کورنیکول که در پشت شکم و طرفین حلقه ششم قرار داره، سلول‌های مومی خون رو دفع می‌کنه. که ترشح این ماده برای محافظت اونها در برابر دشمنان طبیعی اهمیت داره. به این صورت که موم ترشح شده به سرعت سفت و بلوری میشه و قطعات دهان حشرات شکارگر رو به هم میچسبونه. به علاوه همونطور که در بخش قبل گفتم، حشرات داره ترشحات خارجی از جمله ترکیبات سمی مثل کانترادیدین، هیستامین و ساپونین هم هستن. خون حشرات به نام همولنف داره دو قسمت پلاسما و سلول‌های خونی یا هموسیت هستش. پلاسما مایع بیرنگ یا رنگی که قسمت عمده اون آب و اسیدهای آمین هستش. و سایر ترکیبات پلاسماهای خون مواد گلوسیدی، لیپیدی، هموگلوبین، هموسیانین، املاح مختلف عالی و معدنی، مواد ادراری و آنزیم‌های مختلف مثل پروتئاز، آمیلاز، مالتاز و لیپازه. و مواد سمی مثل کانترادیدین و هیستامین هم در اون پیدا میشه. و به طور کلی پهاش خون و رابطه یون‌های سدیم و پتاسیم قدرت خیز کنندگی، کیفیت و کمیت ترکیبات پلاسما مثل گلوسیدها و لیپیدها در گونه‌های مختلف متفاوته. سلول‌های خونی حشرات از نظر شکل و تعداد وضع ثابتی ندارن و در گونه‌های مختلف متفاوت هستن. و معمولاً سلول‌های خون ثابت و چسبیده به سطح اعضای داخلی هستن و فقط بعضی از اونها با جریان خون در حرکت هستن، به طوری که خون اطراف قلب معمولاً حاوی تعداد کمی سلول هست. و این سلول ها احتمالاً هرگز وارد قلب نمیشن. به طور کلی تعداد سلول های خون به عوامل مختلفی مثل رطوبت و غذا وابسته هستش که در صورت کاهش این عوامل تعداد هموسیت ها ابتدا زیاد ولی بعداً کم میشه. و همچنین تعداد سلول های خون در ماده ها معمولاً بیشتر از نرها و در حشرات کامل هم بیشتر از لاروهای اونهاست. طبقه بندی سلول های خون به علت اختلاف اونها در گونه های مختلف زیاده و به طور کلی تیپ های سلول های خون از نظر بزرگی، نسبت حجم هسته به پروتوپلاسم و شکل عمومی سلول و همچنین خصوصیات فیزیولوژیک اون مشخص میشن. و تعدادی از انواع سلول‌های خونی رو در اینجا میتونیم مشاهده کنیم مثل گرانولوسیت، پلاسماتوسیت و یا اوانوسیت. در اینجا براتون سلول‌های زنده‌خوار رو معرفی میکنم. سلول‌های خون بعضی آمیبی شکل و دارای وظایف زنده‌خواری و دفاعی هستند و برخی هم دارای وظایف دفاعی، ترشحی و یا ذخیره مواد چربی هستند. اکثر سلول‌های خون به غیر از سلول‌های اوانوسیت و پرولوکوسیت داره خاصیت زنده‌خواری‌اند
و از باکتری‌ها و پروتوزوئرهایی که از طریق دستگاه گوارش وارد حفره عمومی میشن و همچنین از بافت‌های زائد در موقع تغییر جلد و دیگرگونی تغذیه می‌کنند. سلول‌های زنده‌خوار از نظر ایجاد مسئولیت و مقاومت در برابر بیماری‌های میکروبی و التیام زخم‌ها اهمیت زیادی دارند. در مورد سلول‌های اونوسیت باید بگم که این سلول‌ها احتمالاً مبدأ اکتودرمی دارند و به صورت توده‌های سلولی در قسمت‌های جانبی حلقه‌های شکم پراکنده‌اند. و این توده‌های سلولی با انشعابات موی تراشه‌ای دستگاه تنفس مرتبطند و احتمالاً از نظر تغییر جلد، رشد تخمدان‌ها، دفع مواد ادراری و تصفیه خون، ذخیره مواد چربی یا مومی و گلیکوژن و همچنین از نظر ترشحات آنزیمی اهمیت بسیاری دارند. و سلول‌های اطراف قلب مثل سایر سلول‌های خون مبدأ مزودرمی دارند و در اطراف قلب به صورت مجتمع هستند. تعداد و اندازه این سلول‌ها در گونه‌های مختلف متفاوته و عموماً چند هسته‌ای و حاوی مواد رنگی‌اند. سلول‌های اطراف قلب یا نفروسیت به نظر برخی محققین مانند کلیه هستند و برای تصفیه خون مهمند. و حالا می‌رسیم به اجسام چربی که در واقع انبار مواد چربی، گلیکوژن، پروتئین‌ها و مواد ادراری‌اند که به شکل قطعات نرم حاوی توده‌های نامنظم سلول‌های چند سطحی‌اند. و این اجسام به رنگ سفید، زرد یا قرمز و یا نارنجی داخل بدن اغلب حشرات در دو قشر خارجی و داخلی توسط الف به هم مربوط هستند. قشر خارجی یا جداری در زیر جلد و بعد از هیپودرم قرار داره و قشر داخلی یا احشایی اطراف لوله گوارش و دستگاه تناسلی رو در بر میگیره. طرز پخش ذرات چربی، پروتئین و مواد ادراری در این دو قشر متفاوته، به طوری که مواد ادراری بیشتر در قشر خارجی و مواد چربی و ذخیره‌ای در قشر داخلی متمرکزن و توسط حشره کامل در موقع تولید مثل مصرف میشن. طرز رشد اجسام چربی و ساختمان سلولی اونها در مراحل لاروی، شفیرگی و حشره کامل متفاوته. در لارو حشرات با دگرگونی کامل مقدار این اجسام معمولا زیاده و در حشرات کامل مخصوصا ماده این اجسام زیادترن و در رشد تخمدان‌ها داره اهمیت هستن. و در حشراتی که عمر کوتاه دارند مقدار این اجسام بسیار کم، ولی برعکس در حشراتی که زندگی زمستانی دارند مقدار اونها قبل از آغاز خواب زمستانی افزایش پیدا میکنه. و این اجسام در حشرات علاوه بر ذخیره مواد چربی، گلیکوژن، پروتئین‌ها و مواد ادراری احتمالاً در تنظیم مقدار گلیکوژن هم نقش داره. و سلول‌های چربی گاهی مثل سلول‌های خون داره خاصیت زنده‌خواری هستند. و از دیگر وظایف اونها زایندگی در تولید اعضای حشره کامله و در بعضی حشرات تولید نوره که از نظر ارتباط جنسی و دفاعی اهمیت داره. در ادامه میرسه بخش دستگاه تنفس حشر. در حشرات انتقال اکسیژن به بافت‌ها و سلول‌های بدن و دفع گاز کربونیک از اونها توسط سیستم تراشه انجام میشه که این دستگاه از سلول زیاد لوله‌های حامل هوا تشکیل شده و انشعابات اون در تمام اعضا، بافت‌ها و حتی سلول‌های بدن نفوذ کرده. و اکسیژن لازم رو مستقیما و بدون دخالت خون به اونها میرسونه. رابطه تراشه‌ها با خارج توسط سوراخ‌های تنفسی استیگمات هستش که در طرفین حلقه‌های قفسه‌نه و شکم به خارج باز میشه. درباره تراشه‌های یادنای باید بگم که فرورفتگی‌های اکتودرمی به شکل لوله‌های توخالی‌اند که در داخل از یک قشر کوتیکولی به شکل رشته مارپیچی حلقه پوشیده شده و رشته مارپیچی به نام تنیدیوم داره خاصیت ارتجاعی زیادی که مانع جمع و تا شدن لوله‌های تراشه میشه. سخامت قشر تنیدیوم یا رشته مارپیچی داخل جدار تراشه‌ها در انشعابات سطحی بدن زیاد و در قسمت‌های داخلی و باریک تدریجا کمتر شده به طوری که موی تراشه‌ها فاقد تنیدیومه. تنیدیوم دارای سه نقش استحکام، تغییر طول و جلوگیری از ساخوردگی لوله‌های تنفسی. تراشه‌های داخل بدن ابتدا از مبدأ سوراخ‌های تنفسی توسط لوله‌های قطور به نام کانال‌های تراشه‌ای شروع و به تدریج به لوله‌های باریک و متعددی تقسیم می‌شه. انشعابات انتهایی تراشه‌ها، موی تراشه یا تراکوئول با قطر کمتر از 1 میکرون در اطراف بعضی از اعضا مثل تخمدان‌ها، بیضه‌ها و یا در لابلای رشته‌های ماهیچه‌ای و سلول‌های بدن و گاهی حتی در داخل اونها مخصوصاً در اجسام چربی و اعضای تولید نور امتداد دارند. و در بعضی موارد انشعابات فرعی تراشه‌ها با قطر 2 تا 5 میکرون به سلول‌های انتهایی ختم و از اونجا انشعابات موی تراشه خارج میشه. در حشراتی که خیلی پرواز می‌کنند مثل مگس‌ها و زنبورها، تراشه‌ها در قسمت‌های قفس‌سینه و شکم منبسط شده و کیسه‌های عریض و نسبتاً وسیعی به نام کیسه‌های هوایی یا تراشه‌ای رو تشکیل می‌دن. و جدار این کیسه‌ها قشایی و فاقد رشته‌های مارپیچی یا تنیدیومه. کانال‌های تراشه‌ای معمولاً توسط کانال‌های طولی شکمی یا پشتی به هم مربوط میشه.
کانال های طولی شکمی در زنجیرهای عصبی و ماهیچه‌های نیم حلقه های شکمی نفوذ می‌کنه و کانال های طولی پشتی ضمن انشابات بعدی خود به مویتراش های متعددی تبدیل و در ناحیه سر، پیوست های خارجی، بالها و ماهیچه‌های نیم حلقه پشتی امتداد پیدا می‌کنه. تراش ها همیشه پر از حیوان و تبادل مستقیم گازی رو بین سلول های بدن حشره و محیط خارج بر عهده داره. استیگمات سوراخ های تنفسی عموماً در طرفین حلقه های قفسینه و شکم و در بین نیم حلقه های پشتی و شکمی روی قشای پهلوی باز میشن. تعداد این سوراخ ها در گروه های مختلف حشرات و در مراحل رشدی اونها متفاوته و در اکثر حشرات کامل تعداد استیگمات ها 10 جفته، یعنی 2 جفت در قفس سینه و 8 جفت در شکم و پیش قفسینه فاقد استیگمات. و از نظر تعداد و طرز کار استیگمات ها حشرات به چند گروه تقسیم میشن که در راسته تیسانورا تعداد استیگمات ها حداکثر 11 جفته که 7 جفت در شکم و 4 جفت در قفس سینه قرار داره، چون که قسمت پس قفس سینه داره 2 جفت استیگماته و به این حالت هیپرپنوستیک میگن. گروه هولوپنوستیک از حشرات حقیقتا دارای ابتدایی ترین نوع دستگاه تنفسن و از 10 جفت استیگمات اونها 2 جفت در طرفین قفس سینه و 8 جفت دیگه در طرفین شکم قرار داره. و در حشرات پریپنوستیک یک جفت استیگمات پس قفس سینه و یا استیگمات های حلقه اول شکم رشد نکردن. برابر این حشرات دارای 9 جفت استیگماتن. و در گروه متاپنوستیک استیگمات های جلدی بدن بسته بوده و فقط یک جفت استیگمات انتهایی، یعنی جفت هشتم شکم، باز و فعاله، مثل لارو بعض از حشرات آبزی از دوبالان. میرسیم به گروه پروپنوستیک که در این حشرات فقط استیگمات های جفت اول قفس سینه فعاله. گروه بعدی همیپنوستیک هستش که در این حشرات تعداد استیگمات ها به علت کوچیکی جثه یا شرایط خاص زندگی اونها کمتر از حد معمولی، یعنی 10 جفته، مثل لارو بعضی از مگس ها که دارای 4 جفتن که 2 جفت اون در جلوی بدن و 2 جفت دیگه در قسمت انتهایی باز میشه. بخش بشک های نباتی که عموماً حشرات کوچک به علت زندگی ثابت و انگل روی گیاهان داره ساختمان ساده ای هستن، غالبا فقط 2 جفت استیگمات در قسمت قفس سینه دارن. و در گروه آپنوستیک حشرات فاقد استیگمات های فعالن. بر جریان هوا از راه جلد یا صفحات برانشی وارد تراشه ها میشه، مثل عده‌ای از دوبالان آبزی و حشرات پارازیت داخلی. سوراخ های تنفسی معمولا به اشکال گرد یا بیضی و به رنگ های تیره در طرف بین بدن و جلوی حلقه مربوط دیده میشه و هر یک از اونها از اسکلولیت یا پلاک کیتینی حلقه‌ای به نام پریترین و یک آلت محسوس کننده تشکیل شده. پریترین در داخل و یک اتاقک هوایی یا آتریم که محل شروع کانال‌های تراشه‌ای هست منتهی میشه. مدخل این اتاقک معمولاً پوشیده از موهای تصفیه کننده و غدد مومی که مانع داخل شدن گرد و خاک و محسوس شدن مدخل به وسیله آب میشه. سوراخ‌های تنفسی از نظر شکل و ساختمان بسیار متوابط و به صورت سه تیپ دولبه‌ای، غربالی و دو سوراخ مشاهده میشن. مدخل اتاقک در بعضی حشرات ساده، گرد و یا بیضی و فقط توسط پریترین باز و بسته میشه. در این حالت جریان هوا توسط دور و نزدیک شدن دو لبه مدخل و یا توسط حاشیه موجدار که مثل صافی هست تنظیم میشه. در لارهایی که زیر خاک یا داخل بافت‌های گیاهی زندگی میکنن، سوراخ‌های تنفسی همیشه بسته است و هوا از راه قسمت‌های نازک جلد در اتاقک‌های هوایی نفوذ میکنه. در لارو خانواده اسکرابیدا، سوراخ‌ها به شکل صفحه یا پلاک‌های نلی شکل و غربالی مدخل اتاقک‌های هوایی رو میپوشونه. اتاقا که هوایی در این حالت وسیعن و بسته و هوا فقط از راه نقاط ریزی که در سطح پلاک نعلی شکل هستش نفوذ میکنه. و در لارو خانواده کلکولونیدا سوراخ‌های تنفسی دو سوراخه و مدخل اتاقا که هوایی اونها مسدوده. اتاقا که هوایی این سوراخ‌های تنفسی کشیده و در زیر جلد دو اتاقا که فرعی رو ایجاد میکنه، به طوری که استیگمات ها ظاهرن دارای دو مدخلن در حالی که اصلا منفذی ندارن. و در لارو بعضی از افراد خانواده کریزومیلیدا که زیر آب و روی گیاهان زندگی میکنن، استیگمات های جفت هشتم از سیپ دو سوراخه هستش، ولی دو اتاقک فرعی استیگمات روی یک خار تیز منتقل شده و توسط شکاف های موجدار به خارج باز میشه. این خار موقع تنفس توسط لارو در کانال های مجاری هوای گیاهان شناور فرو میره و لارو از این راه اکسیژن لازم رو جذب میکنه و به این صورت لارو همیشه میتونه زیر آب باقی بمونه. کیسه های تراشه دستگاه تراشه در حشرات مدت ها به عنوان ریه اونها تلقی می شد، در حالی که امروز ثابت شده که وظیفه تراشه ها و کیسه های تراشه‌ای فقط حمل اکسیژن و ایجاد سهولت جریان هوا در تراشه های انتهایی و موی تراشه هاست و تعادل گازی فقط در موی تراشه ها توسط مایع داخل اونها
موجب پخش اکسیژن در سلول‌های بافتا به طور مستقیم میشه و یا توسط پلاسمای اطراف اونها امکان پذیره. تعویض هوای داخل تراشه‌ها در دو مرحله دم و بازدم و توسط حرکات انقباضی و متناوب ماهیچه‌های شکم به نام پشت شکمی صورت میگیره. در موقع انقباض این ماهیچه‌ها حجم شکم کم و در نتیجه افزایش فشار داخلی هوای تراشه‌ها تخلیه میشه که این مرحله دم نامیده میشه. ولی در مرحله آزاد شدن ماهیچه پشت شکمی به حجم شکم افزوده و از فشار داخل اون کاسته میشه و هوا وارد تراشه‌ها میشه. بنابراین این مرحله بازدم نامیده میشه. تراشه‌ها در واقع داره قابلیت املسات زیادی هن و پوشش کیتینی و مارپیچی یا تینیدیوم فقط مانع تا شدن و بسته شدن اونها میشه. به علاوه کیسه های تراشه‌ای مانند انبار هوایی تراشه‌ها هستن و مثل بادکنک خاصیت انقباض و انبساطی دارن. طرز تنفس در تمام حشرات یکسان نیست و بر اساس طرز عمل استیگماتا به دو روش انجام میشه. در بعضی حشرات مثل کک، مگس و لارو پروانه ها استیگماتا با ریتم مخصوص باز و بسته میشن و تبادل گازی فقط در موقع باز بودن استیگماتا برای برقراری تعادل فشار داخل تراشه‌ها و اتمسفر خارج صورت میگیره که این حشرات آپنئیک نامیده میشن و فاقد حرکات تنفسی هن. ولی در حشراتی مثل ملخ‌ها، آسیابک‌ها، زنبورها و اغلب دوبالان مراحل تنفسی دم و بازدم مشخصه و مطابق با زمان باز و بسته شدن استیگمات‌ها و در فاصله معین انجام میشه و طی اون حرکات انبساطی و انقباضی حلقه‌های شکم کاملا مشخصه که به اونها اوپنیک میگن. در حالت اوپنیک طرز عمل استیگمات‌ها در تمام طول بدن هماهنگ و یکسان نیست. در بعضی حشرات در هر یک از مراحل دم و بازدم فقط تعدادی از استیگمات‌ها باز و بسته میشن، به طوری که در ملخ در زمان دم فقط استیگمات‌های قفس سینه‌ای و دو جفت استیگمات‌های اولیه شکم بازن، ولی در مرحله بازدم این استیگمات‌ها بسته شده و برعکس شش جفت استیگمات‌های بعدی شکم باز میشن و به این صورت هر دم و بازدم یک جریان هوا از جلو به عقب در داخل بدن حشره ایجاد میشه. شدت حرکات تنفس و باز و بسته شدن استیگماتا در مراحل مختلف فعالیت حشرات و بسته به شرط محیط خارج مثل حرارت و مقدار گاز کربونیک هوا متغیره و به طور کلی در موقع پرواز و در حرارت‌های زیاد شدت حرکات تنفسی زیاده و به عکس موقع استراحت و در حرارت‌های پایین به مراتب کمتره و مقاومت به کمی اکسیژن اتمسفر در حشرات سبب افزایش حرکات تنفسی و تغییر طرز کار استیگماتا میشه. در حشرات آبزی تنفس از راه جلد و یا توسط دستگاه‌های تراشه یا برانشی و یا تراشه برانشی انجام میشه. تنفس جلدی به عنوان ساده‌ترین راه در تنفس در حشرات آبزی صورت میگیره و در لار به بعضی از دوبالان، پروانه‌ها و بعضی از سقبال پوشان دیده میشه. در این حشرات استیگماتا در سنین اول لاروی بسته و هوا از راه جلد نفوذ میکنه. ولی در لاروهای کامل که از آب خارج شده و تبدیل به شفیر شدن، استیگماتا باز و جریان هوا برقراره. طرز تنفس و دستگاه تراشه در حشرات آبزی که از اکسیژن هوای آزاد استفاده می کنند معمولاً داره تغییرات زیادی. در این حشرات هوایا در قسمتی از بدن به شکل حباب ذخیره و در زیر آب استفاده می شه و یا توسط عضوی به نام سیفون که انتهای اون همیشه و یا گاهی در سطح آب قرار می گیره هوا مستقیماً جذب می شه. حشرات کامل سخت بالپوشانی مثل خانواده گایرینیدا که معمولاً در آبهای شیرین و رودخانه ها زندگی می کنند در فاصله های معین به سطح آب اومده و هوای کافی رو در زیر بالپوش های خود ذخیره و در زیر آب زمان فعالیتشون از اون استفاده می کنن. به همین دلیل در این حشرات استیگماتا در پشت شکم باز شده و در سخت بالپوشان خانواده هایدروفیلیدا هوا در بین موهای زیر بدن به شکل حباب های متعدد ذخیره شده و زیر آب تدریجا داخل منافذ تنفسی میشه. در این حشرات ذخیره حباب‌های هوا در زیر بالپوش‌ها یا در بین موهای بدن علاوه بر رفع احتیاج تنفسی از نظر سهولت بال اومدن حشره به سطح آب نیز مهمه. به علاوه این حباب‌ها موجب تجدید ذخیره اکسیژن از طریق آب میشن چون با مصرف اکسیژن گاز کربونیک وارد حباب‌های هوا شده و با کاهش فشار اکسیژن داخل حباب‌ها نسبت فشار اکسیژن محلول در آب اطراف مقدار اکسیژن وارد حباب‌ها میشه. در بعضی حشرات مثل سنهای خانواده نپیدا استیگمات‌های انتهایی به شکل لوله طویل در سطح آب قرار می‌گیره و تنفس حشره زیر آب به طور مستقیم انجام میشه و در لارو پشه‌های مثل آنوفیل در فاصله‌های معین به سطح آب اومده و سیفون تنفسی موجود در حلقه هشتم شکم رو از آب بیرون میارن و هوای کافی رو در تراشه‌های خود ذخیره و دوباره در آب فرو میرن.
و مشاهدات نشون داده که لاروهای جنس اریستالیز انتهای بدنشون دارای سیفون‌های قابل انبساط و طویلیه که در سطح آب قرار می‌گیره. و سوسک‌های آبزی جنس هایدروفایلس از شاخک‌های خود برای تجدید ذخیره هوا بین موهای زیر بدن استفاده می‌کنن. دستگاه تنفسی برانشی خونی در معدودی از لاروهای حشرات آبزی مثل بالموداران و بعضی از دوبالان وجود داره. برانشی‌های اونها برجستگی‌های جلدی هستن که فاقد تراشه و مملو از خونن. و تعادل گازی توسط نفوذ و طرز عمل اونها شبیه استیگماتا هستش. و دستگاه تنفسی تراشه برانشی برجستگی‌های جلدی به شکل رشته‌ها یا صفحات پهنن که معمولاً در طرفین حلقه‌های بدن و حاوی لوله‌های تراشه‌ای متعددن. و این دستگاه در بعضی حشرات مثل لارو سخت بالپوشان خانواده گرینیدا، یک روزه ها، در قسمت های قفس سینه و شکم و در لارو آسیابک ها در انتهای روده و ناحیه رکتوم هستش. تنفس حشرات انگل داخلی تقریبا شبیه حشرات آبزیه و معمولا از راه جلد و یا توسط منافذ انتهایی که همیشه در خارج از بدن میزبان و در معرض اتمسفر خارجی انجام میشه. و بعضی پارازیت ها مثل مگس های خانواده تاکینیدا لارو تراش های میزبان خود رو سوراخ بر ارتباط تنفسی و برقرار میکنه. در حشرات مثل سایر جانوران اکسیژن جذب شده توسط دستگاه های تراشه یا برانشی و یا از راه جلد در بافت و سلول های بدن منتقل و برای اکسید کردن مواد غذایی مصرف میشه. در نتیجه این فلوانفولات شیمیایی انرژی لازم برای انجام اعمال حیاتی حیوان به دست میاد. ولی در شرایط متغیر حرارتی بدن ترکیب فوری اکسیژن همیشه ممکن نیست. و از نظر فعال شدن اون وجود بعضی مواد واسطه‌ای لازم که بین اونها مواد حمل کننده اکسیژن و هیدروژن مثل سیتوکروم و گلوتاتیون اهمیت داره. سیتوکروم ماده حمل کننده اکسیژن قرمز رنگ و حاوی آهن و در تمام ماهیچه‌های بدن به مقدار متناسب با فعالیت اونها وجود داره. مثلا مقدار اون در ماهیچه‌های قفس‌سینه حشرات بیبال کم و در ماهیچه‌های قفس‌سینه زنبور عسل و یا ران پاهای حشرات دونده زیادتره. ویتامین B2 و گلوتاتیون که هر دو در بدن حشرات به مقدار زیاد وجود دارند از نظر حمل هیدروژن مهم هستند. و ماده کاتالاز هم داریم که در اغلب حشرات وجود داره و برای تجزیه آب اکسیژن اهمیت داره. و مقدار کاتالاز در زمان فعالیت و تغذیه زیاد و در زمان بی حرکتی و ناشتا بودن حشره کمتره. تغییرات متابولیسم تنفس در حشرات زیاد و به گونه سن، مراحل رشدی و حتی جنس حشره و عوامل دیگر مثل حرارت، رطوبت و فشار اکسیژن هوا مرتبطه. مثلا در نر مگس سرکه مصرف اکسیژن در ساعت کمتر از ماده هستش. همچنین در یک گونه و در حرارت معین در صورت افزایش وزن بدن از شدت متابولیسم کم میشه. و یا بالا رفتن حرارت محیط سبب افزایش فعالیت و در نتیجه افزایش شدت متابولیسم میشه. و رطوبت هم متابولیسم تنفسی یا مصرف اکسیژن رو زیاد میکنه. از نظر مراحل مختلف رشدی در یک حرارت معین، شدت متابولیسم در مرحله حشره کامل بیش از مرحله لاروی و در لار بیشتر از شفیر هست که دلیل اختلاف ماهیچه حشره در این مرحله. و در مرحله تخم با پیشرفت رشد جنین، مصرف اکسیژن زیاد و در دوره شفیرگی ابتدا مصرف اکسیژن زیاد و به تدریج کمتر میشه. و همزمان با خروج حشره کامل مصرف اون دوباره زیاد میشه. و مرحله دیافوز همراه با کاهش قابل توجه اکسیژن و کم شدن شدت متابولیسم تنفسی همراهه. نکته بعدی در مورد اینه که مصرف اکسیژن تا حدی مستقل از فشار اکسیژن اتمسفره. همچنین فشار اکسیژن هوا یکی از عوامل محدود کننده نشو و نمای حشر میتونه باشه. مثلا دوره شفیرگی مگس سرکه در غلظت 20% اکسیژن اتمسفر 5 روزه و در غلظت 3% به 7 روز افزایش پیدا میکنه. تنفس در غلظت‌های زیاد اکسیژن برای حشرات مثل مهره‌داران مضر و گاه کشنده هستش. و شدت متابولیسم در حشرات مثل پستانداران رابطه معکوس با وزن و حجم بدن داره. و تجربه ثابت کرده که در گونه‌ها و سنین مختلف هر چه وزن حشره بیشتر باشه، از شدت متابولیسم کاسته میشه. و همچنین مثل مهره‌داران در حشرات تنظیم و کنترل جریان هوا در تراشه‌ها توسط عملیات رفلکس انجام میشه. مثلا کم شدن اکسیژن هوای تنفس شده و زیادی اسید کربونیک به طور انعکاسی سبب باز شدن بیشتر استیگمات ها و نهایتا افزایش شدت حرکات تنفسی میشه.